خب از دل دلم سلام، امیدوارم حال همگیتون عالی باشه، سرحال و قبراق و پر انرژی باشید. وارد مبحث الکتروشیمی میشیم. آقا الکتروشیمی یه دنیایی واس خودش، یه دریایی واس خودش، کلی حرف داره واس گفتن. آقا الکتروشیمی کلا کارش چیه؟ بذار اینجا بگم. الکتروشیمی کارش اینه بیاد انرژی الکتریکی به انرژی شیمیایی تبدیل بکنه، یا برعکس انرژی شیمیایی رو به انرژی الکتریکی تبدیل بکنه، که حالا در ادامه بهت میگم سلول گالوانی و سلول الکترولیتی اینا رو تشکیل میدن یا همین اتفاق میفته. نکته خیلی مهم، فلزا با اتصال به هم دیگه در شرایط مناسب، این شرط مناسب خیلی مهمه، میتونن مثل باتری انرژی شیمیایی رو به انرژی الکتریکی تبدیل بکنن. اصلا کلا باتری کارش اینه، انرژی شیمیایی رو به انرژی الکتریکی تبدیل کنه. مثالش تو این فصل چیه؟ اتصال فلز روی با فلز مس در سلول گالوانی. ما کلا دو نوع سلول داریم، یکی گالوانی یکی الکترولیتی. گالوانی کارش اینه میاد انرژی شیمیایی رو به الکتریکی تبدیل میکنه. حالا بگذاریم، در ادامه مفصل بعدم بهت میگم. خب توجه کنید، اغلب فلزها میتونن تبدیل انرژی بکنن، همشون نمیتونن، فقط اغلبشون میتونن. نکته بعدی، اکسیژن نافلزی است که با اغلب فلزها واکنش میده، با همه فلزها واکنش نمیده. مثلا اکسیژن با فلز طلا یا پلاتین نمیتونه واکنش بده. حالا اگر در واقع فلز ما بیاد با اکسیژن واکنش بده، چی تولید میکنه؟ اکسید فلز تولید میکنه. مثال میزنم واسط، Na به اضافه O2 میدهد اکسید سدیم، یعنی Na2O. درسته؟ Na به اضافه O2 میدهد Na2O. خب یادآوری خیلی مهم، تغییر بو، مزه، رنگ، افزایش دما نشون میده که در اون واکنش داره انجام میشه یا نه. وقتی میبینی توی واکنشی مثلا دما تغییر کرده، یعنی واکنش انجام شده. درسته؟ به هر حال هر چه محسوس تر باشه، یعنی عنصرها واکنش پذیریشون بیشتره، الکترون دهی یا داد و ستد الکترون بیشتری دارن. حالا الکترون دهی چیه رو بهت میگم. ما یه بحثی داریم به نام اکسایش و یه بحثی داریم به نام کاهش. این دوتا رو باید بشناسی. اکسایش یعنی از دست دادن الکترون، کاهش یعنی گرفتن الکترون. همینجا یاد بگیر، اکسایش یعنی از دست دادن الکترون، کاهش یعنی گرفتن الکترون. مثال میزنم، Zn فلز دیگه، درسته؟ فلزها توان دارن الکترون از دست بدن. اگر Zn الکترون از دست بده، میشه Zn دوبار مثبت. درسته؟ اون دو تا الکترونش هم سمت راست در واقع می‌نویسم. درسته؟ این از این. پس Zn میاد دو تا الکترون از دست میده، تبدیل میشه Zn دوبار مثبت. اون دو تا الکترون هم سمت راست نوشتم. وقتی الکترون سمت راست نوشتم، یعنی الکترون از دست داده دیگه. اوکی؟ پس Zn تونسته الکترون از دست بده، چون از دست داده، پس میگم اکسایش پیدا کرده. معنای اکسایش این میشه، اکسایش یعنی از دست دادن الکترون. پس Zn اکسایش پیدا کرده. درسته؟ Zn یه مقدار من اینو بالا کوچیک‌ترش کنم. Zn پس اکسایش پیدا کرده. اوکی؟ الکترون از دست داده دیگه. حالا کاهش، کاهش برعکسه، گرفتن الکترون. وقتی یه گونه بیاد الکترون بگیره میشه کاهش. مثلا مثال میزنم، سیوی دوبار مثبت به اضافه دو تا الکترون میدهد سیو. یون مس، کاتیون مس میاد الکترون میگیره، تبدیل میشه به سیو. درسته؟ الان سیو دوبار مثبت الکترون گرفته دیگه. اگر یون فلز الکترون بگیره، تبدیل میشه به فلز. پس این درام میشه کاهش. یعنی میگم سیو دوبار مثبت کاهش پیدا کرده. اوکی؟ این از این. یا مثال دیگه هم میتونم بزنم برات. مثلا فرض مثال O2 در واقع الکترون میگیره، تبدیل میشه به O دوباره منفی. این هم همجوریه، در واقع O2 میاد الکترون میگیره، تبدیل میشه O دوباره منفی. پس O2 کاهش پیدا کرده. حالا یه نکته خیلی مهم، عنصری که اکسایش پیدا میکنه نقش کاهنده رو داره، و عنصری که کاهش پیدا میکنه نقش اکسنده رو داره. این جمله رو ما مفصل، یعنی قشنگ حرفه‌ای، اونقدر حرفه‌ای توی دوره پیشرفتی نخبگانش برات بازش میکنم، ولی خب اینجا همینو حفظ کن. عنصری که اکسایش پیدا میکنه نقش کاهنده رو داره، اونی که کاهش پیدا میکنه نقش اکسنده رو داره. به عبارت دیگه یه کوچولو اگه بخوام بهش اشاره بکنم، عنصری که اکسایش پیدا میکنه سبب کاهش یه گونه دیگه میشه، بنابراین بهش میگیم کاهنده، و عنصری که کاهش پیدا میکنه سبب اکسایش یه گونه دیگه میشه، پس بهش میگیم اکسنده. ولی به هر حال حفظش کن، اگه حفظش هم بکنی همینو، حتی اگر حفظش هم بکنی بازم میتونی نتیجه بگیری، چون الان وقتش نمیشه من مفصل به توضیح بدم. عنصری که اکسایش پیدا میکنه نقش کاهنده رو داره، کاهش پیدا میکنه نقش اکسنده رو داره. الان مثلا Zn اکسایش پیدا کرده، پس نقش چی رو داره؟ نقش کاهنده رو داره. درسته؟ نقطه مقابل همن، اکسایش کاهنده، کاهش اکسنده. بنابراین سه دوبار مثبت نقش اکسنده رو داره. اصلا همیشه یاد باشه یون ها
نقش ایون‌های مثبت، ایون‌های مثبت غالبا اونم نه همیشه نقش اکسنده رو دارن. حالا بعدا توی جدول پتانسیل کاهش بهت میگم. یا مثلا اینجا O2 کاهش بده کرده، درسته؟ نقش چی رو داره؟ نقش اکسنده رو داره. پس اونی که اکسایش پیدا میکنه نقش کاهنده رو داره و اونی که کاهش پیدا میکنه نقش اکسنده رو داره. یک بار دیگه با هم جنبندی بکنیم. آقا اکسایش یعنی چی؟ اگر گونه ما بیاد الکترون از دست بده میشه اکسایش. مثال واسه زدم، Zn اومده الکترون از دست داده شده Zn دوبار مثبت. کاهش چی میشه؟ اگر گونه ما بیاد الکترون بگیره میشه کاهش. مثال زدم واسه سه دوبار مثبت بذاری دو تا الکترون میدهد سه یو، کاهش میده کرد اونجا همینطور O2 بذاری الکترون میدهد O دوبار منفی. حالا اونی که اکسایش پیدا میکنه نقش کاهنده رو داره و اونی که در واقع کاهش پیدا میکنه نقش اکسنده رو داره. حله؟ اغلب فلزا کاهنده و نافلزا اکسنده هستن. اینو میتونی در واقع به خاطر بسپاری. اغلب، کلمه اغلب رو به خاطر نگفته همه. اغلب فلزا کاهنده هستن و اغلب نافلزا هم اکسنده هستن. اون اغلب هم مال فلز هم مال نافلزه. واکنش اکسایش کاهش گرماده هست. خوب دقت کن، علتش به خاطر این گرماده بودنه، به خاطر این هست، به خاطر این هست. واکنش دهنده قراره تبدیل به چی بشه؟ قراره تبدیل بشه به فراورده، درسته؟ واکنش های اکسایش و کاهش واکنش خود به خودی هستن، یعنی واکنش دهنده ها وقتی تبدیل میشن به فراورده ها به پایداری میرسن، درسته؟ در واقع فراورده‌های ما پایدارتر از واکنش دهنده هستن. وقتی فراورده ها پایدارتر باشن یعنی سطح انرژیشون پایین‌تره، درسته؟ پایدارتر سطح انرژی پایین‌تر. میدونی پایداری با انرژی رابطه عکس داره. وقتی پایدارتر باشه سطح انرژی کمتره، درسته؟ وقتی سطح انرژی بیشتر باشه ناپایدارتر میشه، یعنی پایداریش کمتر میشه. پس پایداری اگر زیاد باشه سطح انرژی کمه، پایداری اگر کم باشه سطح انرژی زیاده. الان فراورده ما پایدارتر، یعنی پایداریش زیاده، پس سطح انرژیش کمتره. و میدونی توی نمودار آنتالپی، نمودار آنتالپی در واقع همون انرژی بود دیگه، آنتالپی صورتی از انرژی، در واقع محتوای انرژی ماده رو میگیم، اصلا محتوای کل انرژی ماده رو میگیم آنتالپی. اگر این واکنش دهنده ما باشه فراورده ما پایدارتر، یعنی سطح انرژیش پایینتره، درسته؟ یعنی اگر این H1 باشه این H2 یعنی فراورده. و همونطور که داری میبینی نمودار نزولی میشه و وقتی نمودار انرژی نزولی بشه یعنی میشه گرماده، پس دلتا Hش منفی خواهد شد. پس واکنش اکسایش کاهش گرماده هستن و هر دو واکنش همزمان رخ میدهد. هر دو واکنش همزمان رخ میده. اوکی، کلمه همزمان رو به خاطر بسپار. مثال میزنم واسه یه نمونه واکنش اکسایش کاهش بیام بررسی بکنیم. این الان یه حالا مثلا گونه شیمیایی هست که اگر بخوایم ببینیم چی هست در واقع Zn هست. این Zn هست. اوکی، از کجا فهمیدم Zn هست؟ اگر الکترونش رو با هم جمع بزنیم چی میشه؟ 2 8 میشود 10، 18 و 2 میشه 20، 20 و 10 میشه 30، پس میشه Zn 30، درسته؟ این خیلی راحت با جمع الکتروناش بهش رسیدم. اینم اکسیژن هست، O8 هست، O8، درسته؟ ZnC O8. وقتی این دو نفر با هم واکنش میدن چه اتفاقی میفته؟ الان Zn اون طرف چی میشه؟ Zn وقتی میره اون طرف چند تا الکترون پیدا میکنه؟ 2 8 10 تا با 18 میشه 28 تا. اینجا 30 تا الکترون داشت، اینجا 28 تا الکترون داره. یعنی چه بلایی سرش اومد؟ دو تا الکترونش از دست داد. پس Zn من دو تا الکترونش از دست داد، دو تا الکترونش پرید رفت. پس Zn چون الکترونش از دست داد اکسایش پیدا میکنه. قبول داری؟ Zn الان اینجا 30 تا الکترون داره، اونجا 28 تا الکترون داره، پس دو تا الکترونش از دست داده شد. وقتی الکترون از دست میده یعنی اکسایش پیدا میکنه. حالا اکسیژن، اکسیژن رو نگاه کن، اینجا چند الکترون داره؟ 6 و 2 میشه 8 تا، اونجا چند تا؟ 8 و 2 میشه 10 تا. یعنی دو تا الکترون گرفته، اینجا 8 الکترون بوده اونجا 10 تا الکترون، یعنی دو تا الکترون گرفته. پس اکسیژن الکترون گرفته، بنابراین کاهش پیدا کرده، درسته؟ بنابراین فهمیدیم که Zn میاد دو تا الکترون از دست میده و اکسیژن دو تا الکترون میگیره. حالا سوال ما اینجاست، این اکسیژن قراره این دو تا الکترون از کی بگیره؟ از کجا قراره بگیره؟ خب واضحه Zn دو تا الکترون از دست میده و اکسیژن اون دو تا الکترون رو میگیره. به خاطر همین میگیم واکنش اکسایش کاهش همزمان صورت میگیرن، یعنی اونی که اکسایش پیدا میکنه الکترونشو میده به اونی که کاهش پیدا میکنه، درسته؟ پس Zn دو تا الکترون از دست میده. کدوم دو تا الکترونش از دست میده؟ الکترونای لای آخرشو از دست میده و میده به اکسیژن، درسته؟ دو تا الکترونشو از دست میده، میده به اکسیژن و در واقع اکسیژن هم کاهش پیدا میکنه. این از این. پس Zn دو تا الکترون از دست داد، اکسایش پیدا کرد. این دو تا الکترون رو به کی داد؟ به اکسیژن داد. پس باعث کاهش اکسیژن شد. بنابراین Zn باعث کاهش اکسیژن شد. چه نقشی داره؟ نقش کاهنده رو داره.
نقش کاهنده رو داره. به خاطر همین میگم اونی که اکسایش پیدا میکنه نقش کاهنده رو داره، چون اونی که اکسایش پیدا میکنه باعث کاهش گونه کناریش میشه، اصطلاحاً نقش کاهنده رو داره. پس زد نقش کاهنده رو داره. یا مثلا اکسیژن، اکسیژن کاهش پیدا کرد، اومد دو تا الکترون گرفت، از کی گرفت؟ از زد ان، درسته؟ یعنی در واقع اکسیژن باعث شد که زد ان دو تا الکترونش خودشو از دست بده. پس اکسیژن باعث اکسایش زد ان شده. بنابراین چه نقشی داره؟ نقش اکسنده رو داره. اکسیژن نقش اکسنده رو داره. بنابراین دوباره به حرفمون رسیدیم، اونی که اکسایش پیدا میکنه نقش کاهنده رو داره، اونی که کاهش پیدا میکنه نقش اکسنده رو داره. و واکنش های اکسایش کاهش همزمان و در کنار هم صورت میگیرن. اکسایش کاهش با همن. این از این. داری تو شکلم میبینی؟ داری تو شکلم میبینی؟ من اینا رو پاک کنم دیگه. اینا رو خودت باید سریع تیز باشی بنویسی، ویدیو رو پوز بزنی، یادداشت بکنی، چون ما دیگه اینجا وقت نمیکنیم. خب این هم داری همینه میبینی، الان الکترون داره، این شبیه اناره، این در واقع مربعی که روی دایره قرار گرفتم اون الکترونه. الان این گونه ما نشون داره میده که الکترون رو قراره بده به این، درسته؟ پس این قراره اکسایش پیدا کنه. این قرمزه هم قراره الکترون بگیره، پس قراره کاهش پیدا کنه. همینو نوشته، نوشته قرمزه الکترون گرفته پس کاهش پیدا کرده، و این حالا زرده یا خردلیه یا حالا نارنجیه الکترون از دست داده پس اکسایش پیدا کرده. تموم شد. یعنی با توجه به شکل میتونی تحلیل بکنی، اگه شکل رو تو امتحانات داد میتونی بگی. هر کس فرآیند گرفتن از دست الکترون در واکنش و نیم واکنش میگیم. مثلا فرض مثال تو همون واکنش زد ان و اکسیژن، زد ان و اکسیژن واکنش اصلیشون به این صورته، زد ان به اضافه او2، درسته؟ خود او رو نمیتونم بنویسم، باید به صورت او2 بنویسم، چون اکسیژن به صورت تنها او2 هست. من اونجا او2 ننوشتم، فقط عدد اتمیش نوشتم که عدد اتمیشو ببینی. خب پس واکنش فلز به اضافه اکسیژن میدهد زد ان به اضافه او2، اون طرف زد ان او، زد ان او فلز به اضافه اکسیژن میدهد اکسید فلز. بهت گفته بودم دیگه. اوکی، این الان در واقع واکنش اکسایش کاهش ما است که میدونیم Zn قراره تبدیل شه Zn دوبار مثبت. وقتی میسم ZnO یعنی Zn Zn دوبار مثبت، او هم O دوبار منفی است دیگه. ترکیب یونی مگه نیست؟ توی ترکیب یونی یون های مثبت منفی به این صورت هستن، Zn Zn دوبار مثبت است، او هم O دوبار منفی است. اوکی، این الان یک واکنش اکسایش و کاهش است، درسته؟ یعنی واکنش های اکسایش و کاهش همزمان صورت میگیرن. کی اکسایش پیدا کرده؟ زد ان. چرا؟ زد ان شده زد ان دوبار مثبت، یعنی زد ان الکترون از دست داده. و اکسیژن چی شده؟ اکسیژن شده او دوبار منفی، یعنی الکترون گرفته. پس زد ان اکسایش پیدا میکنه، درسته؟ و او دو کاهش پیدا میکنه. حالا من میتونم هر کدوم از فرایندهای اکسایش و کاهش رو توی دو تا نیم واکنش بنویسم. یک بار دیگه بهت میگم، من میتونم هر کدوم از فرایندهای اکسایش و کاهش رو توی دو تا نیم واکنش بهت نشون بدم. الان کی اکسایش پیدا کرده؟ زد ان. پس می‌نویسم نیم واکنش اکسایش، نیم واکنش اکسایش. اوکی، کی کاهش پیدا کرده؟ او دو. پس می‌نویسم نیم واکنش کاهش، نیم واکنش کاهش، نیم واکنش کاهش. خب بریم نیم واکنش اکسایش رو بنویسیم. آقا کی اکسایش پیدا کرد؟ زد ان. پس می‌نویسم وقتی زد ان قراره اکسایش پیدا کنه یعنی چه بلایی باید سرش بیاد؟ یعنی قراره الکترون از دست بده. پس زد ان میدهد زد ان دوبار مثبت به اضافه دو تا الکترون، دو تا الکترون از دست میده دیگه. پس این چیزی که نوشتم میشه نیم واکنش اکسایش، بهش واکنش نمیگه، میگه نیم واکنش. حالا کاهش، کی قراره کاهش پیدا کنه؟ او دو. خب ترجمه کن، او دو وقتی قراره کاهش پیدا کنه چه بلایی باید سرش بیاد؟ یعنی قراره الکترون بگیره، پس به اضافه الکترون قراره بشه، درسته؟ اون طرف میدهد او دوبار منفی. نیم واکنش کاهش هم نوشتم. البته حتما باید موازنه بکنی، حتما حتما باید موازنه. نکته خیلی مهمی هست. الان نگاه کن، اینجا دو تا اکسیژن داریم، اینجا ما دو تا اکسیژن داشته باشیم، پس ضریب دو رو واسه او میذارم. بارها هم باید در دو طرف موازنه باشن، علاوه بر اینکه اتم ها باید در دو طرف موازنه باشن، اینجا دو تا او دارم، اونجا باید دو تا او داشته باشم دیگه. بارها هم باید در دو طرف حتما حتما موازنه باشن. سمت راست چه باری دارم؟ بار دو منفی دارم، ضریبم دو است، حتما ضریب باید توی بار ضرب بکنی. دو ضرب در دو بار منفی میشه 4 بار منفی. پس سمت راست 4 بار منفی دارم، سمت چپم باید 4 بار منفی داشته باشم. بنابراین برای الکترون ضریب 4 میذارم. الان 4 بار منفی 4 بار منفی، تمام موازنه شد. بالایی هم که موازنه هست، دو بار مثبت دو بار منفی با هم دیگه خنثا میشن، این طرفم خنثا هست. حالا من اگر بیام در واقع نیم واکنش های اکسایش و کاهش رو با هم جمع بزنم، دوباره واکنش کلی میرسم. بیا برات اثبات بکنم. قراره چیکار کنیم؟ قراره بیام نیم واکنش های اکسایش و کاهش رو با هم جمع بزنیم، واکنش کلی دوباره برسیم.
چجوری جمع میزنیم؟ این قاعده رو تو ذهنت بسپر. هر وقت قرار هست دو تا نیم واکنش رو با هم جمع بزنی، حتما الکترون هاشون رو هم ضریب کن. همین رو بنویس، همین نکته رو بنویس. هر وقت قرار هست دو تا نیم واکنش رو با هم جمع بزنی، حتما الکترون هاشون رو هم ضریب کن. چی گفتم؟ یک بار دیگه خود تکرار کن، حواست هست؟ آها پس منم یه بار دیگه میگم، هر وقت قرار است دو تا نیم واکنش رو با هم جمع بزنی، حتما باید الکترون‌هاشون هم ضریب باشه. الان الکترون پایینی ضریبش 4، بالای ضریبش 2 هست، باید هم ضریب باشن. این الان 4 ولی اون 4 نیست، چیکار کنم 4 بشه؟ باید ضریبشو دو برابر بکنم. وقتی قرار باشه ضریب اینو دو برابر بکنم، ضریب بقیه‌شون هم باید دو برابر بکنم دیگه. پس کلا معادله بالایی همشون ضریبا ضرب در 2 میشه. یعنی الکترون بالایی ضریب جدیدش دو برابر اگر بشه میشه 4، Zn دوبار مثبت ضرب جدیدش دو برابر بشه میشه 2، Zn هم ضرب جدیدش میشه 2 دیگه. ما با ضرب های قدیمیشون کار نداریم، با ضرب های جدیدش کار داریم. پس معادله بالایی به این صورت الان شده، دو تا Zn میده 2 تا Zn دوبار مثبت 4 تا الکترون. پس قرار است دو تا نیم واکنش رو جمع بزنیم، چیکار کردیم؟ رفتیم الکترون هاشون رو هم ضریب کردیم. وقتی هم ضریب کردیم، اتفاق جالبی که میفته، بالا 4 تا الکترون دارم سمت راست، پایین 4 تا الکترون دارم سمت چپ. یعنی این الکترون ها 4 تا الکترون بالا با 4 تا الکترون پایین ساده میشه. حالا اون چیزی که از دو طرف مونده رو بیار در واقع جمع بزن. بالا چی مونده؟ دو تا Zn مونده، حتما ضریب جدیدش رو باید تاثیر بدی. دو تا Zn مونده، درسته؟ پایین میسم دو تا Zn، سمت چپ دو تا Zn دارم، پایینی هم سمت چپ O2 دارم، میسم به اضافه O2. حالا سمت فرورده، سمت فروردهش دارم دو تا Zn دوبار مثبت دارم، ضریب جدیدش رو باید بگم. دو تا Zn دوبار مثبت دارم به اضافه دو تا هم O دوبار منفی، تمام. الان این واکنش دقیقاً همون واکنش کلی هست. الان ممکنه بگی آقا این کجاش واکنش بالایی است؟ واکنش بالایی نوشته بودیم Zn O، اما اینجا نوشته Zn دوبار مثبت O دوبار منفی. آقا بهت گفتم ترکیب یونیه، توی ترکیب یونی میتونی بگی Zn دوبار مثبت O دوبار منفی. اینا همین کارو کردیم دیگه. الان من به جای دو تا Zn دوبار مثبت و دو تا O دوبار منفی میتونم بگم دو تا Zn O. بالایی رو هم اگر موازنه بکنم، در واقع این ضریب 2 میگیره، اینم ضریب 2 میگیره، تمام. درسته؟ معادله بالایی رو هم موازنه نکرده بودم. این معادله دقیقاً همون معادله بالایی هست. پس اگر یک واکنش اکسایش کاهش داشته باشی، این واکنش اکسایش کاهش اینه دیگه. الان یه گونه اکسایش بده کرده، یه گونه کاهش بده کرده. میتونی هر کدوم از فرآیندهای اکسایش و کاهش رو توی دو تا نیم واکنش جداگانه بنویسی. کی قرار اکسایش بده کنه؟ Zn. اکسایش یعنی چه؟ الکترون از دست بده. پس نوشتم. کی قرار کاهش بده بکنه؟ اکسیژن. یعنی قرار الکترون بگیره. پس نشون دادم. وقتی نیم واکنش اکسایش و کاهش نوشتی، میتونی با هم جمع بزنی. برای اینکه نیم واکنش رو با هم جمع بزنی، باید ضریب الکترون هات یکی باشه. پایینی ضریب الکترونش 4، بالایی هم باید 4 باشه. برای اینکه بالای 4 باشه، همه مواد رو ضرب در 2 کردم و ضریب جدیدشون رو در نظر گرفتم. حالا ممکنه سوال پرسیده بشه که آقا تو این فرآیند چند تا الکترون مبادله شده؟ اینم بنویس. میگه آقا تو این واکنش اکسایش کاهش چند تا الکترون مبادله شده؟ برای اینکه بفهمی چند تا الکترون مبادله شده، بیا نیم واکنش اکسایش کاهش رو بنویس و بعد ببین که اون الکترون هایی که در نهایت با هم ضریب شدن، اون ضریب چنده؟ ضریب نهایی الکترون چیه؟ 4 هست، درسته؟ اون ضریبی که ما باهاش در واقع اومدیم دو تا رو با هم جمع زدیم، ضریب 4 هست. پس میگم 4 تا الکترون مبادله شده، تمام. درست شد؟ درسته بالای ضریب الکترونش 2 بود، پایینی ضریب الکترونش 4 بود. به خاطر همین ما رفتیم بالای رو هم ضریب الکترونش رو 4 کردیم، درسته؟ اومدیم الکترون‌ها رو هم ضریب کردیم. حالا ضریب الکترونی که توی مرحله آخر به دست آوردیم میشه تعداد الکترون‌های مبادله شده. پس میگم که توی این واکنش اکسایش کاهش 4 تا الکترون مبادله شده، درسته؟ یا ضریب اینو میگه، ضریب اون بالای، ضریب جدیدش البته. این از این. پس تعداد الکترون‌های مبادله شده هم ازت پرسید، دیگه میتونی جواب بدی. خب همه رو بهت گفتم، اینا رو دیگه پاک میکنم، که دیگه با اینکه دارم خلاصه میگم، ولی خدای خیلی خوب دارم میگم، دمم میگم، یه دست برام بزن تو خونه. خب برای جمع کردن دو نیم واکنش باید دیگه همینا رو گفتم، خود میتونی بخونی. فرآورده واکنش اکسایش کاهش پایدارتره نسبت به واکنش دهنده و انرژی کمتری داره. وقتی فرآورده انرژی کمتری داشته باشه، نمودار نزولی میشه، همیشه گرماده. علت گرماده بودن رو توضیح کردم واسات. نکته خیلی مهم، واکنش اکسایش کاهش، واکنش برگشتشون، واکنش عکسشون انجام ناپذیره. یعنی واکنش اکسایش کاهش برگشت ناپذیره. مثلا همین واکنش رو در نظر بگیر. Zn به اضافه O2 شده ZnO. درسته؟ این واکنش اکسایش کاهش دیگه. Zn اکسایش بده کرده، O2 هم کاهش بده کرده. اما عکسش امکان پذیر نیست. یعنی ZnO میدهد Zn به اضافه O2، این انجام ناپذیره. پس واکنش اکسایش کاهش انجام ناپذیره. یه نمونه از واکنش اکسایش کاهش دیگه هم بهت بگم.
بذاریم پاکش کنم. یه نمونه دیگه از واکنش اکسیدش کارشو بگم. مثلا واکنش Zn به اضافه محلول C2SO4. Zn به اضافه محلول C2SO4. محلول C2SO4 آبی رنگ، حالا کار نداریم. اون طرف میدهد Zn. بذار اینو پاکش کنم. این جوری دید ما رو میگیره. اصلا کلا یه کادر میکشم که حالشو ببری. میدهد Zn-SO4 به اضافه Cu. درست شد؟ این از این. خب الان کی در واقع کاهش بده کرده، کی اکسایش بده کرده؟ خب حواست باشه الان ما اینجا ترکیب یونی داریم. ترکیب یونی چی؟ یعنی Cu دوبار مثبت، SO4 هم SO4 دوبار منفی است. اون طرف هم ترکیب یونی داریم، Zn دوبار مثبت، SO4 هم SO4 دوبار منفیه. درسته؟ ترکیب یونی رو به این صورت می‌بینیم. خب حالا ببینیم کدوم گونه اکسایش بده کرده، کدوم گونه کاهش بده کرده. بس برای اینکه تشخیص بدی اول باید این ترکیب یونی رو در واقع مشخص بکنی بارها رو. بسیار خب، Zn چه برای سرش اومده؟ Zn اینجا Zn هست، به صورت فلزی است، اما اونجا شده Zn دوبار مثبت، یعنی الکترون از دست داده، پس Zn اکسایش پیدا کرده. Cu دوبار مثبت اون طرف شده Cu. برای اینکه Cu دوبار مثبتش Cu باید الکترون بگیره. درسته؟ پس Cu کاهش پیدا کرده، یعنی در واقع Cu دوبار مثبت کاهش پیدا کرده. درست شد؟ این از این. در کل میگم Cu-SO4 کاهش پیدا کرده. اونی که در واقع توی Cu-SO4 کاهش پیدا میکنه در واقع همون Cu دوبار مثبت هست. این از این. Zn اکسایش پیدا کرده، پس میشه کاهنده. چرا میگم کاهنده؟ چون Zn وقتی الکترونش از دست میده الکترونش میده به Cu دوبار مثبت و باعث کاهش Cu دوبار مثبت میشه، پس میشه نقش کاهنده. Cu دوبار مثبت هم میاد دوتا الکترون رو از Zn میگیره، باعث اکسایش Zn میشه، پس نقش اکسنده رو داره. درسته؟ این از این. پس اینم نکتهشو بهت گفتم. و نکته خیلی مهمه دیگه، این واکنش انجام در واقع برگشتش انجام ناپذیره، یعنی واکنش Cu به اضافه Zn-SO4 انجام ناپذیره، فقط Zn به اضافه Cu-SO4 انجام پذیره. نکته بعدی، Cu-SO4 یک محلول آبی رنگه، یک محلول آبی رنگه، محلول آبی رنگ، اما Zn-SO4 محلول بی رنگه، محلول بی رنگ. پس این محلول آبی رنگ اون محلول بی رنگه. کتاب درسی گفته وقتی این واکنش انجام میشه رنگ آبی محلول تبدیل میشه به بیرنگ، کم کم بیرنگ میشه، کم رنگ میشه، کاملا قابل قبوله، چون Cu-SO4 داره میشه تبدیل میشه به Zn-SO4. خب اینا رو پاک میکنم، اینا رو پاک میکنم. یه نکته دیگه هم بهت بگم، یه نکته مهم خوشگل دیگه هم بهت بگم، خیلی نکته خوشگله. ببین عزیزم چقدر این نکته مهمه. نگاه کن الان SO4 دوبار منفی، SO4 دوبار منفی، آیا هیچ اتفاقی واسش افتاده؟ نه، نقش گلابی رو داره، یعنی این طرف SO4 دوبار منفی بوده، اون طرف هم SO4 دوبار منفی بوده، یعنی بود و نبودش مهم نیست. به خاطر همین دانشمندا میگن به این یون هایی که در واقع در دو طرف عیناً تکرار میشن و هیچ تغییری نمیکنن بهشون میگن یون های ناظر، یون های گلابی. تو میتونی یون های ناظر یا گلابی رو حذف بکنی از طرفین. اگر که حذف بکنی واکنش تو چجوری نوشته میشه؟ Zn به اضافه Cu دوبار مثبت، درسته؟ میدهد Zn دوبار مثبت به اضافه Cu. تمام. این واکنش بالایی رو اینجوری نوشتم. چجوری پایینی رو به دست آوردم؟ اومدم یون های ناظرش رو حذف کردم. واکنش دقیقاً همون واکنش بالایی هست. الان تو این واکنش من خیلی خوشگل‌تر میتونم در واقع تشخیص بدم کی اکسایش بده کرده، کی کاهش پیدا کرده. نگاه کن. Zn شده Zn دوبار مثبت. یعنی الکترون از دست داده. درسته؟ الکترون از دست داده، پس اکسایش پیدا می‌کنه. Cu دوبار مثبت شده Cu. یعنی الکترون گرفته، پس کاهش پیدا می‌کنه. خیلی راحت تر شد، خیلی راحت تر شد. پس اگر که ما بیایم یون های ناظر رو حذف کنیم خیلی راحت تر میتونیم تشخیص بدیم که اکسایش پیدا کرده، که کاهش پیدا کرده. بریم بالا. خب و اما رسیدیم به بحث عدد اکسایش. عدد اکسایش چی میشه؟ ما به هر اتم میتونیم یه بار الکتریکی رو نسبت بدیم. به این بار الکتریکی که به هر اتم میتونیم نسبت بدیم میگیم عدد اکسایش. نکته توی بحث عدد اکسایش تمام پیوندها رو باید یونی در نظر بگیریم. نکته خیلی مهمی، همه پیوندها باید یونی فرض بشه. ممکنه کووالانسی باشه اما یونی فرضش میکنی. حالا چرا رو دیگه کار نداشته باشه، نمیتونیم وارد بحرش بشیم، وارد بحثش بشیم. در واقع با انتقال کامل الکترون کار داریم، با انتقال کامل الکترون یه منفی. برای تعیین عدد اکسایش ما دو تا روش داریم که هر دو تا روش رو باید بلد باشی، یعنی دل بخوای نه، هر دو تا روش رو باید بلد باشی، جز تمرینات دوره کتابتون هم هست. یک، با استفاده از ساختار لوئیس، و دو، با استفاده از فرمول شیمیایی. یعنی اگر که من بهت ساختار لوئیس دادم تو باید بلد باشی که از روی ساختار لوئیس عدد اکسایش رو تعیین بکنی. اگر بهت فرمول شیمیایی بهت دادم، مثلا فرمول شیمیایی متانول بهت دادم، باید بلد باشی که از روی فرمول شیمیایی عدد اکسایش اتم مورد نظر رو پیدا بکنی. اول می‌خوام از روی ساختار لوئیس بگیم. آقا مثلا متانول در نظر بگیر، متانول، متانول فرمولش چی میشه؟ CH3OH. بریم ساختارش بنویسیم.
یه کربن دارم که وصل میشه به OH. OH درسته کنارم نمیشته میشه OH، اما بین OH پیوند باید بذاری. و به این کربنم سه تا هیدروژن وصل میشه. اوکی این از این. حتما حتما جفتای ناپیوندی رو بذار. الان اکسیژن 2 4 4 تا الکترون در اطرافش هست، 4 تا دیگه کم داره تا 8 تایی بشه. پس باید دو جفت ناپیوندی در اطرافش بذارم تا 8 تایی بشه. کربن دیگه نمیخواد، هیدروژن هم در واقع نقطه نمیخواد. یعنی نقطه‌های ناپیوندی رو حتما باید بذاری. اگر که خودت طراح نذاش خودت باید بذاری. چجوری باید بذاری؟ با رعایت قاعده اوکتت. هر خط رو در اطراف اتم دو تا الکترون میشماری. الان دو تا الکترون، دو تا الکترون میشه 4 تا الکترون. برای اینکه 8 تایی بشه 4 تا دیگه کم داره. پس میام دو تا الکترون رو در واقع دو تا بالا دو تا پایین رو به عنوان جفت ناپیوندی بهش میدم تا 8 تایی بشه. اوکی. پس ساختار لوئیس رو الان دارم. حالا برای این که برم در واقع عدد اکسایش هر کدوم از اتم هایی که دلم میخواد رو حساب بکنم، مثلا چی؟ مثلا سوال برسه میگه آقا توی ساختار لوئیس متانول عدد اکسایش کربن حساب کن، یا عدد اکسایش مثلا این هیدروژن رو حساب کن، عدد اکسایش این هیدروژنه، این هیدروژنه، این هیدروژنه، یا عدد اکسایش این اکسیژن رو حساب کن. برای این که عدد اکسایش رو از روی ساختار حساب بکنم باید برم سراغ این فرمول. فرمول چی میگه؟ میگه عدد اکسایش اتم مورد نظر مساوی است با عدد یکان شماره گروه اون اتم منهای الکترون های نسبت داده شده به اون اتم. منظور از الکترون نسبت داده شده به اون اتم از نظر رقابت خصلت نافلزی است. این قسمت دوم مربوط به خصلت نافلزی است. پس من دورش رو خط میکشم. این قسمت دوم یعنی چی؟ یعنی رقابت، رقابت در خصلت نافلزی. پس این که میگیم الکترون های نسبت داده شده به اتم یعنی رقابت، یه مقدار بدخط نوشتم، یعنی رقابت در خصلت نافلزی. اوکی. پس هر وقت به ساختار لوئیس داد خواستی عدد اکسایش اتمی رو حالا حساب بکنی، مثلا عدد اکسایش کربن یا حالا مثلا اکسیژن، میگه آقا عدد اکسایش اتم مورد نظر مساوی است با عدد یکان شماره گروه اون اتم منهای الکترون های نسبت داده شده به اون اتم، که در واقع این قسمت دومش مربوط به رقابت خصلت نافلزی است، که حالا ما توی دوره پیشرفت نخبگان شیمی از واژه الکترونگاتیوی استفاده میکنیم و وارد اون میشه. ولی دیگه اینجا حالا همون بحث خصلت نافلزی که کتاب مطرح کرده برای ما اوکیه. به عنوان نکته خیلی مهم باید بلد بشی که بیشترین خصلت نافلزی در کل جدول تناوبی اول مال فلوره، بعد اکسیژن، بعد نیتروژن. نیتروژن کلور با هم برابر هستن. پس بیشترین خصلت نافلزی بین همه عنصرها، در بین همه عنصرها بیشترینش کیه؟ بیشترینش فلوره، بعد کیه؟ بعد اوه، بعد کیه؟ بعد نیتروژنه، و کلور هم در واقع با نیتروژن برابره. و بین اینا عنصرهایی هستن وجود دارن و دو تا دیگه هم حتما باید در نظر بگیری. کربن خصلت نافلزیش بیشتر از هیدروژنه. حالا این وسط رو کار نداشته باش، این وسط چی هستن رو کار نداشته باش، فقط این و اینو یاد بگیر که در بین همه عنصرهای جدول تناوبی بیشترین خصلت نافلزی رو فلور داره، بعد اکسیژن و نیتروژن و کلر هم با هم برابر هستن، و در بین اینا حالا یه سری عنصر هستن که اونا اصلا نمیخواد یاد بگیر، اصلا در ایته کنکور نیست، بعد کربن بزرگتر از هیدروژن. پس این میشه مقایسه خصلت نافلزیشون. حله. خب من الان میخوام برم عدد اکسایش کربن رو حساب کنم. عدد اکسایش چی میخوام حساب کنم؟ میخوام برم عدد اکسایش کربن حساب بکنم. از فرمول میرم. فرمول چی میگه؟ میگه آقا بیا عدد یکان شماره گروه رو بردار. عدد یکان کربن چی میشه؟ کربن گروه 14 است، پس عدد یکان گروهش میشه 4. میمیسم 4 منهایه. منهای چی باید بکنم؟ منهای الکترون های نسبت داده شده به کربن باید بکنم. منظور از الکترون های نسبت داده شده به کربن یعنی چی؟ یعنی باید ببینم که کربن من توی رقابت خصلت نافلزیش چیکار میکنه. خب کربن در اطراف چه اتمایی هست؟ یه هیدروژن بالا، یه هیدروژن چپ، یه هیدروژن پایین، یه اکسیژن هم سمت راست. پس با همه اینا به نوعی خصلت ناف، در واقع به نوعی رقابت خصلت نافلزی داره. همه اینا نافلزن دیگه، درسته؟ کربن وسط قرار گرفته، بالا هیدروژن، 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 اینجا هم اکسیژن. اطرافش نافلز هست، خودش هم نافلزه. پس به گونه ای با در واقع اتم‌های اطرافش رقابت داره توی خصلت نافلزی. حالا باید ببینیم که مثلا توی پیوند کربن با هیدروژن، کربن توی رقابت خصلت نافلزی برنده میشه یا هیدروژن برنده میشه. نکته اینجاست، اون اتمی که توی رقابت خصلت نافلزی برنده میشه الکترون‌های پیوندی رو از آن خودش میکنه، یعنی تمام الکترون پیوندی رو از آن خودش میکنه. الکترون پیوندی یعنی کل پیوند دیگه، و میدونی هر پیوند شامل دو تا الکترون پیوندی است. الان مثلا تو این پیوند، یعنی دونه دونه پیونده رو باید بررسی بکنم ببینم که این کربن من توی رقابتش با اتم مجاور خودش
چجوری در واقع برنده میشه، خودش برنده میشه یا اتم مجاورش برنده میشه. بین کربن و هیدروژن کدومشون توی رقابت خصلت نافلزی برنده میشن؟ باید به این مقایسه توجه بکنیم. این مقایسه خصلت نافلزی است. گفتم بین کربن و هیدروژن، خصلت نافلزی کربن بزرگتر از هیدروژن، پس کربن برنده میشه. همیشه کربن در برابر هیدروژن برنده است. پس تو این پیوندی که کربن با هیدروژن داره، کربن برنده است. بنابراین الکترون‌های پیوندی رو از آن خودش میکنه. یعنی این دو تا الکترون پیوندی که با هیدروژن داره مال خودش میکنه. درسته؟ مال خودش میکنه. این از این. حالا پیوند دیگه، پیوند بین این کربن و این هیدروژن. درسته؟ کربن که سر جاشه. پیوند کربن با این هیدروژن. خب بین کربن و هیدروژن گفتم کی برنده میشه؟ بازم کربن. پس میاد الکترون‌های پیوندی رو سهم خودش میکنه، از آن خودش میکنه. کربن دوباره توی رقابت با این هیدروژن برنده شد دیگه. پس میاد الکترون‌های پیوندی با این هیدروژن هم از آن خودش میکنه. تا اینجا دو تا الکترون از هیدروژن بالایی از آن خودش کرد، دو تا الکترون هم از هیدروژن سمت چپی. پایین هم هیدروژن داریم که بازم کربن برنده میشه. پس دو تا الکترون پیوندی پایینی هم کربن از آن خودش میکنه. حالا ببینید کربن و اکسیژن کی برنده میشه؟ باید نگاه بکنی. همونطور که داری ملاحظه میکنی، اکسیژن خصلت نافلزیش بیشتر از کربنه. پس اکسیژن برنده است. وقتی اکسیژن برنده باشه، تمام الکترون های پیوندی رو از آن خودش میکنه. یعنی الکترون هایی که توی پیوند حضور دارن از آن خودش میکنه. الان پیوند ما بین کربن و اکسیژن، کربن برنده شد، پس الکترون های پیوندی رو اکسیژن از آن خودش میکنه. درسته؟ پس کربن توی این رقابت هیچ سهمی از الکترون نمیبره. کلا کربن من چند تا الکترون در واقع سهم خودش کرده؟ دو تا الکترون از هیدروژن بالایی، دو تا الکترون از هیدروژن سمت چپی و دو تا الکترون هم از هیدروژن پایینی. کلا چند الکترون میشه؟ 6 تا الکترون. اما از اکسیژن هیچ الکترون نمیگیره. پس کلا 6 تا الکترون رو سهم خودش کرده. پس میگم 6. 4 منهای 6 مساوی است با منفی 2. بنابراین عدد اکسایش کربن شد منفی 2. گرفتی چی شد؟ پس هر وقت که میخوای از روی ساختار لوئیس عدد اکسایش یک اتم رو، مثلا من اینجا اومدم عدد اکسایش کربن رو حساب کردم، میخوای بری عدد اکسایش یک اتم حساب بکنی، میگی آقا عدد یکان شماره گروه اون اتم منهای الکترون های نسبت داده شده به اون اتم، که الکترون های نسبت داده شده به اون اتم منظور توی رقابت خصلت نافلزی است. میخوام عدد اکسایش کربن حساب بکنم، عدد یکان شماره گروهش میشه 4. میدونی کربن گروه 14، پس یکان گروهش میشه 4 منهای. منهای چی؟ منهای الکترون های نسبت داده شده به کربن توی رقابت خصلت نافلزی. در اطراف کربن هیدروژن بالا، چپ، پایین، اکسیژن هم سمت راست. بین کربن و هیدروژن بالایی کی برنده میشه؟ کربن برنده میشه، چون خصلت نافلزیش بیشتره. پس تمام الکترون پیوندی رو سهم خودش میکنه. توی رقابت با این هیدروژن هم دوباره کربن برنده است. توی رقابت با هیدروژن پایینی هم کربن برنده است. اما بین کربن و اکسیژن، اکسیژن برنده است. پس کربن تونست 2, 4, 6 تا الکترون رو سهم خودش بکنه توی رقابت. بنابراین توی این دایره میسم 6، 4 منهای 6 میشه منفی 2 و اکسیژن کربن به دست اومد. حال کردی؟ من که لذت بردم. دمت گرم شهاب. شهاب دانش، استاد شهاب دانش، دمت گرم. خب حالا اکسیژن، بریم آقا اکسیژن هم از اکسیژن رو حساب بکنیم، اکسیژن هم از اکسیژن رو حساب بکنیم. موافقی پاک کنم، قرمز رو پاک کنم چون یه مقدار جا گرفته؟ خب بریم از اکسیژن اکسیژن رو حساب بکنیم. موافقی؟ یه تمرینی هم واسه خود باشه، خود یه از ویدیو رو نگه داری حساب کن، بعد به من چیکار میکنم. خب عدد اکسیژن اکسیژن چی میشه؟ میشه عدد یکان شماره گروهش. اکسیژن گروه 16 است، پس عدد یکان گروهش چی میشه؟ میشه 6. 6 منهای. منهای چی؟ منهای الکترون های نسبت داده شده به اکسیژن توی رقابت در واقع خصلت نافلزی. خب اطراف اکسیژن کیا هستن؟ یه هیدروژن هست، یه دونه هم کربن است. آقا بین این اکسیژن و این هیدروژن کی برنده است؟ خب تابلوی اکسیژن برنده است. اکسیژن خصلت نافلزیش بیشتر از هیدروژنه. پس اکسیژن تمام الکترون‌های پیوندی توی این پیوند رو از آن خودش می‌کنه. یعنی هر دو تا الکترون پیوندی رو با این هیدروژن از آن خودش می‌کنه. تموم شد رفت. حالا اکسیژن با کربن، دوباره اکسیژن برنده است. پس این الکترون‌های پیوندی رو هم سهم خودش می‌کنه. الان در اطراف اکسیژن با توجه به رقابت خصلت نافلزی چه الکترون‌هایی می‌بینید؟ دو تا الکترون رو از هیدروژن سهم خودش کرده، دو تا الکترون رو از کربن سهم خودش کرده، خودش هم دو تا الکترون بالا، دو تا الکترون پایین داره. این ناپیوندی‌ها هم باید بشماری. حتما ناپیوندی‌ها هم باید توی در واقع الکترون نسبت داده شده بشماری. پس دو تا الکترون از کربن، دو تا الکترون از هیدروژن میشه 4 تا الکترون، دو تا بالا میشه 6 تا، دو تا پایین میشه 8 تا. پس میشه 8 تا الکترون. 4 در واقع 6 منهای 8 منفی 2. تمام. پس عدد اکسایش این اکسیژن هم حساب کردم. یک بار دیگه به توضیح میدم، میخوام عدد اکسایش اکسیژن حساب بکنم. میگم عدد یکان شماره گروه، یکان گروهش چیه؟ یکان گروهش 6 است، گروه 16 دیگه، یکان گروه 6ه. منهای الکترون های نسبت داده شده در رقابت. الان به این اکسیژن
چه الکترون نسبت داده میشه. توی رقابت با این هیدروژن اکسیژن برنده است، پس جفت پیوندی رو سهم خودش میکنه. با این کربن هم دوباره خودش برنده است، پس در اطراف اکسیژن چند تا الکترون میبینی؟ چه الکترون سهم خودش کرده؟ دو تا الکترون از هیدروژن، دو تا الکترون از کربن میشه 4 تا، دو تا بالا دو تا پایین میشه 8 تا. پس 6 منهای 8 خواهد شد منفی 2 تمام. هیدروژن هم خیلی راحت میتونه به دست بیاره، مثلا هیدروژن. خب هیدروژن از یکان گلش میشه 1 منهای. توی رقابت با این کربن یه پیوند بیشتر نداره دیگه بنده خدا، یه پیوند بیشتر نداره با کربن که بازنده میشه، یعنی هیچ الکترونی سهم خودش نمیکنه، میشه 1 منهای 0 میشود مثبت 1. پس هیدروژن از اکسیژن شد مثبت 1. دیگه هر ساختاری بهت بدن باید بتونی رسم بکنی دیگه، کاری نداره، همینه ماجراش، همینه. حتما حتما حالا اگر مثلا اکسیژن بود، نیتروژن بود، هر چی بود، باید جفت الکترون در واقع ناپیوندی رو حتما حتما بشموری. این نقطه ها رو خیلی از بچه‌ها حساب نمی‌کنن، ممکنه طراح خودش اصلا نقطه ها رو بد نده، خودت حتما باید نقطه گذاری بکنی و توی محاسبه عدد اکسایش برای در واقع اتمایی مثل اکسیژن، نیتروژن، اینایی که در واقع جفت ناپیوندی میتونن داشته باشن، ناپیوندیاشون هم باید توی فرمول ببری. خب من پاکش کنم دیگه، یه عمر گفتم حله، عمر گفتم دیگه، چیزی نمونده، هر ساختاری بدادم خود میتونی حلش کنی. حالا تعیین عدد اکسایش از روی فرمول شیمیایی، از روی فرمول شیمیایی میخوایم یاد بگیریم که چجوری در واقع عدد اکسایش رو تعیین بکنیم. مثال میزنم، مثلا فرض مثال کیو بگم H3PO4. میخوایم بریم تو H3PO4 عدد اکسایش پی رو حساب بکنیم. قبلش باید یه سری چیزها رو حفظ باشیم. توی بحث تعیین عدد اکسایش از روی فرمول شیمیایی یه سری عدد اکسایش رو باید حفظ باشی. کیا هستن؟ هیدروژن غالبا میشه مثبت 1، پس هیدروژن اجزا میشه مثبت 1، البته یه جا استثنا داره، یه جا خیلی راحت میتونی تشخیص بدی استثناشو. پس هیدروژن اجزایی میشه مثبت 1، اکسیژن اجزایی میشه منفی 2، اینو لطفا اصلاح کن، منفی 2. اکسیژن اجزایی میشه منفی 2، پس من اصلاحش کردم. هالوژن ها غالبا منفی 1 هستن، فلور فقط منفی 1 هست. حتی گفتم هالوژن ها غالبا، یعنی استثنا توش وجود داره ولی غالبا منفی 1 در نظر میگیریم. پس میتونیم بگیم غالبا هالوژن ها منفی 1، فلور همواره منفی 1. عدد اکسایش فلز میشه همون بار فلز، میشه ظرفیت فلز. عدد اکسایش عنصرها با حالت آزاد میشه 0. عنصرها با حالت آزاد یعنی چی؟ مثلا فرض مثال بهت بگم O2 حالت آزاد اکسیژن دیگه، یا مثلا بهت بگم N2، یا مثلا بهت بگم مثلا Al، آل تنها، آل خالی، آل فقط، آل یا مثلا N2، فقط N2، اینا میشن حالت آزاد عنصرها. حالت آزاد عنصرها از اکسایش میشه 0 دیگه، فکر کردن نداره. خب الان اینجا میگم H3PO4 این دیگه عنصر آزاد نیست، این ترکیبه، درسته؟ ولی همینجوری میگم آل خالی از اکسایشش میشه، بدون که حالا بگم مثلا تو ترکیب خاصی، همینجوری میگم آل، این منظورم عنصر در واقع آزاد هست. عنصرهای آزاد از اکسایششون 0، مثلا O2 0، N2 0، آل 0، H2 0، ولی میگم H3PO4 این دیگه ترکیب، این دیگه ترکیب، دیگه صفر نیست. پس حفظ کردیم، هیدروژن چی میشه؟ میشه مثبت 1. اکسیژن چی میشه؟ میشه منفی 2. اینجوری حفظ کن، هیدروژن هر جا دیدی مثبت 1، اکسیژن هر جا دیدی منفی 2. کاری به استثناء نداشته باش فعلا زیاد درگیر استثناء نکن، همین که بدونم یاد بگیر، امتحان تشریحی قرار بده، کنکور نمیخوای بدی. هیدروژن هر جا دیدی مثبت 1، اکسیژن هر جا دیدی منفی 2، هالوژن ها غالبا منفی 1، فلور همواره منفی 1، عدد اکسیژن فلز بار فلز. خب H3PO4 میخوام برم عدد اکسایش پی رو حساب بکنم، باید چیکار بکنم؟ باید یه نکته رو رعایت بکنم. خب دقت کن، همونطوری که برای تعیین عدد اکسایش از روی ساختار لوئیس از یک قاعده استفاده میکردی، از یک فرمولی استفاده میکردی، اینجا هم یه قاعده ای داریم، اینجا هم یه فرمول داریم، فرمول ما این هست. اگر که میخوای عدد اکسایش یک اتم رو، مثلا مثل همون H3PO4 که بررسی کردیم، می‌خواستیم برای پی رو حساب بکنیم دیگه، درسته؟ اگر که قرار است از روی فرمول شیمیایی عدد اکسایش یک اتم رو حساب بکنی، برو از این فرمول استفاده بکن. مجموع عدد اکسایش اتم‌ها در یک گونه شیمیایی برابر است با بار گونه. یک بار دیگه بهت میگم، این فرمول برای کیه؟ زمانی که فرمول شیمیایی داشته باشی. مجموع عدد اکسایش اتم‌ها در یک گونه شیمیایی برابر است با بار گونه. اگر گونت خونسا بود بارش صفره، بس مساوی صفر قرار میدی. اگر باردار بود مساوی بار قرار میدی. بریم کار انجام بدیم. آقا H3PO4. خب باید مجموع عدد اکسایش اتم ها رو با هم جمع بزنم برابر بار گونه بشه. الان بار گونه من چیه؟ صفره. گونه من خونسا. مگه یون گونه من؟ نه، خونسا صفره. پس مجموع عدد اکسایش اتم ها رو برابر صفر در نظر میگیرم. خب اتم های من چی هستن؟
H3 هست، یعنی سه تا هیدروژن دارم، هر هیدروژنم عدد اکسیژنش مثبت 1 هست، پس میگم 3 زرد در مثبت 1 به اضافه 1، پس این چی شد؟ عدد اکسیژن هیدروژن ها. عدد اکسیژن پی، من عدد اکسیژن پی رو نمیدونم، قراره حساب بکنم، پس همون پی رو مینویسم به اضافه 1. حالا عدد اکسیژن اکسیژن، اکسیژن چند تا دارم؟ 4 تا، 4 تا اکسیژن دارم، هر اکسیژنم عدد اکسیژنش منفی 2 بود، پس مینویسم 4 ضرب در منفی 2. مساوی چی قرار میدم؟ مساوی بار گونه قرار میدم، گونه من خنثا است، پس بارش صفر. تمام، جمع بزنی در واقع مساوی صفر قرار میدی و مجهول تو توی معادله به دست میاد. الان یه معادله داری با یه مجهول، تمام، خیلی راحت به دستش میاری. 3 ضرب در مثبت 1 میشود مثبت 3، 4 ضرب در منفی 2 میشود منفی 8، منفی 8 و مثبت 3 میشود منفی 5. منفی 5 رو اگر ببری اون طرف میشه مثبت 5، پس پی میشود مثبت 5. پی میشود مثبت 5، پس عدد اکسیژن پی رو حساب کنم. یک بار دیگه بهت میگم، هر وقت قرار باشه از روی فرمول شیمیایی عدد اکسیژن یک عنصر رو، یک اتم رو پیدا بکنی، باید از این قاعده استفاده بکنی. مجموع عدد اکسیژن اتم ها توی اون گونه شیمیایی باید برابر با بار اون گونه باشه. الان گونه شیمیایی من خنسا هست، بار نداره، پس اگر که بیام مجموع عدد اکسیژن اتم هاشون رو در نظر بگیرم، باید برابر با بار بشه، یعنی برابر با صفر بشه، این بار نداره دیگه، صفره. همین کار رفتم کردم. آقا گونه های من چی هستن؟ اتم های من چی هستن؟ H3 یعنی 3 تا هیدروژن، هر هیدروژن هم عدد اکسیژنش مثبت 1، چون 3 تا دارم میگم 3 ضرب در مثبت 1 به اضافه یه. پی رو نمیدونم عدد اکسیژنش چیه، پس اون پی رو میمیسم به اضافه یه. 4 تا هم O دارم، هر اکسیژن هم عدد اکسیژنش منفی 2، پس میگم 4 ضرب در منفی 2 مساوی با 0، 0 بار گونه ما هست، گونه ما خنسا دیگه، مساوی 0 قرار میدم. از تساوی این در واقع فسفر عدد اکسیژنش به دست میمیشه، پی مساوی است با مثبت 5، پی مساوی است با مثبت 5. تموم شد. یه مثال دیگه بزنیم، مثلا عدد اکسیژن کی؟ عدد اکسیژن FeSO4 میمیسم FeSO4، میخوام عدد اکسیژن S رو به دست بیارم. خب برای اینکه عدد اکسیژن S رو به دست بیاری، باید عدد اکسیژن Fe و O رو داشته باشی دیگه. خب تو عدد اکسیژن O رو بلدی، عدد اکسیژن O چیه؟ منفی 2. حالا Fe چی میشه؟ ببین Fe فلز هست و نکتهش اینجاست، عدد اکسیژن فلز مساوی است با ظرفیت فلز، یعنی بار فلز، درسته؟ الان اف ای با چه باری شرکت کرده اینجا؟ اف ای با بار دوبار مثبت شرکت کرده. قبول داری وقتی میگه اف ای اس 4 میدونی اس 4 دوبار منفی است، اف ای هم دوبار مثبت است، ترکیب ترکیب یونی دیگه. وقتی اس 4 دوبار منفی باشه و فرمول به این صورت باشه، قطعا اف ای باید دوبار مثبت باشه. میدونی اف ای هم دوبار مثبت یون داره، هم سه بار مثبت داره، ولی دوبار مثبتش اینجا شرکت کرده. اوکی، پس این بارا رو پاک میکنم. بسیار خب، بریم از اون قاعده استفاده بکنیم. قراره از اون فرمول عدد اکسیژن حساب بکنیم دیگه، یعنی مجموع عدد اکسیژن اتم ها باید برابر باشه با بار گونه ما. الان بار گونه ما چیه؟ صفر. کل ترکیب ما خنسا دیگه، کل ترکیب ما در نظر میگیریم، درسته از یون مثبت منفی تشکیل شده، اما کل ترکیب ما خنسا، یعنی صفره. اصلا نکته شو توی شیمی دوام داشتیم، ترکیب های یونی از نظر بار الکتریکی خنسا هستن، درسته؟ یعنی یون های مثبت و منفی هم دیگه رو خنسا میکنن. وقتی اف دوبار مثبت باشه، اس 4 دوبار منفی هم دیگه رو خنسا میکنن. اوکی، بسیار خوب، این از این. الان اف ای از اکسیژنش چیه؟ اف ای از اکسیژن میشه بارش، بارش چیه؟ مثبت 2، میمیسم 2 به اضافه عدد اکسیژن. اس چی میشه؟ نمیدونم چی میشه، قراره حساب کنم، پس میمیسم به اضافه اس. عدد اکسیژن او چی میشه؟ منفی 2، عدد اکسیژن او منفی 2 است. 4 تا هم او دارم، میگم 4 ضرب در منفی 2 مساوی است با بار گونه ما. بار گونه ما چی میشه؟ میشه 0. تمام، اگر این معادله رو حل بکنی، عدد اکسیژن S به دست میاد. 4 ضرب در 2 میشود منفی 8، با این 2 میشه منفی 6. منفی 6 رو ببری اونور میشه مثبت 6. پس S خواهد شد مثبت 6. تمام. پس یک بار دیگه اینو تکرار میکنم. FeSO4 قرار است برم عدد اکسیژن S رو حساب بکنم. Fe عدد اکسیژن چی میشه؟ میشه مثبت 2. چون یون دوبار مثبت شرکت کرده، واسه میمیسم 2 به اضافه S رو نمیدونم. حالا اکسیژن 4 تا O دارم، میشه 4 ضرب در منفی 2. مساوی هم نه بار گونه. گونه من یک ترکیب خنسا هست، درسته؟ کل ترکیب من خنسا است. ترکیبات یونی یا ترکیبات مولکولی خنسا هستن. پس بار نداره، مساوی 0 قرار میدم و در نهایت معادله رو حل میکنم و عدد اکسیژن S به دست میاد. تمام. خب یه گونه باردار واسه مثال بزنم. SO4 دوبار منفی، SO4 دوبار منفی، بالایی رو بزن، من یه مقدار کوچولوش بکنم، حجم نگیسه، کلن بالا رو میخوام برات کوچولو بکنم، جامونو زیاد نگیر. این سه نفر که جاشون اینجا بود، آره اوکی، آماده هستی؟ حواست اینجا باشه، میخوام برم SO4 دوبار منفی رو عدد اکسیژنش رو حساب بکنم.
بریم حساب بکنیم عدد اکسایش کیو حساب کنم؟ عدد اکسایش S رو. O رو که میدونم، O میشه منفی دو دیگه، میخوام عدد اکسایش S رو حساب بکنم. اوکی بریم حساب بکنیم. باید مجموع عددهای اکسایش من برابر با بار گونه من بشه. الان بار گونه من چیه؟ دوبار منفی. وقتی میگم SO4 دوبار منفی، یعنی بار گونه من منفی دو است دیگه، ترکیب نیست که بارش بشه صفر، درسته؟ بارش منفی دو است. اوکی عدد اکسایش S رو نمیدونم، بس میسم S به اضافه 4 تا هم او دارم، او منفی 2 میشه 4 ضرب در منفی 2 مساوی است با بار گونه. بار گونه من منفی 2 هست. حالا معادله رو حل میکنم، قرار است به دست بیارم دیگه. 4 ضرب در منفی 2 میشه منفی 8، منفی 8 برای اون طرف میشه مثبت 8، مثبت 8 و منفی 2 میشه مثبت 6، پس اس خواهد شد مثبت 6، درسته؟ ادرسش اس به دست آوردم مثبت 6. این عوضه دیگه، هر چیزی دیگه بهت بدم خیلی راحت میتونی از روی فرمول عدد اکسایشش رو حساب بکنی. اما یه چند تا نکته دیگه مونده در رابطه با عدد اکسایش که اینا رو باید بدونی. بهت گفتم عدد اکسایش اتم های در واقع ما توی عنصر آزاد صفره، عدد اکسایش عنصر با حالت آزاد صفره. من این در واقع عنصر این بالا میبرم، این نکتهشو قبلا بهت گفتم، بسیار بسیار نکته مهمیه، حواست خیلی باشه. ممکنه توی امتحان بهت بگه عدد اکسایش او2 رو حساب کن، خود او2 میگه عدد اکسایش او رو توی او2 حساب کن، میشه صفر. چرا؟ چون او2 حالت آزاد هست. یا ان2، ان2 هم حالت آزاد است، میشه صفر. آل میگه آل خالی، آل تو ترکیب نه، آل خالی، عدد اکسایش چی میشه؟ میشه صفر. پس عدد اکسایش عنصر با حالت آزاد صفر. حالا چند تا نکته تکمیلی هست، اینا نکات تکمیلی هستن. عدد اکسایش یون تک اتم میشه بار الکتریکی اون. مثلا فرض مثال Fe سه بار مثبت، میگم آقا عدد اکسایش Fe سه بار مثبت چی میشه؟ میگی مثبت 3. یا مثلا عدد اکسایش O دو بار منفی چی میشه؟ میشه منفی 2. تموم شد. اینو یونای تک اتمی هستن دیگه. ولی یون چند اتمی رو الان سه چهار دو بار منفی یون چند اتمی است، باید جمع بزنی در نهایت برابر با بار یون قرار بدی. نکته بعدی، عدد اکسایش اتمای پایدارترین آلوتروپی یک عنصر مساوی صفر. مثلا فرض مثال اکسیژن دو تا آلوتروپ داره، اکسیژن دو تا آلوتروپ داره، یکی O2 هست یکی O3 هست، درسته؟ پایدارترینشون کدومه؟ O2 هست. ما باید عدد اکسایش اکسیژن توی O2 صفر در نظر بگیریم، اما توی اوزون صفر نیست. چرا؟ چون اوزون در واقع اولا پایدارترین آلوتروپ نیست، ثانیا اگه که بخوای ساختار لوئیسش رو رسم بکنی به این صورت میشه. بذار اوزون رو برات اثبات بکنم، اوزون رو برات اثبات بکنم. آقا اینو پاک کنم دیگه، نکاتشو باید بنویسی دیگه. خیلی نکته مهمی میخوام بهت بگم. مثلا فرض مثال اوزون O3، ساختار لوئیسش به این صورت. ساختار لوئیس دیگه باید بلد باشی، حتی من دیگه آموزش ساختار لوئیس نیست. این اوزونه O3، ساختار لوئیسش هم به این صورت. میخوام برم عدد اکسیژن هر کدوم از اتم های اکسیژن رو حساب بکنم. بریم یکی. خب بریم عدد اکسیژن دونه دونه این اکسیژن ها رو با هم دیگه حساب بکنم. یه نکته خیلی مهم تو دلش هست که میخوام نکتهشو اینجا بهت بگم. مثلا عدد اکسیژن این اکسیژن رو در نظر بگیر، قرار بدم عدد اکسایش این اکسیژن رو از روی ساختار به دست بیارم. بهت گفتم ما هم میتونیم از روی ساختار عدد اکسایش حساب بکنیم، هم از روی فرمول. اگه که میخوای از روی ساختار استفاده بکنی، باید از یک رابطه استفاده بکنی. باید بیای عدد یکان گروه اون عنصر رو منهای الکترون‌های نسبت داده شده بهش بکنی. الان اکسیژن ما عدد یکان گروهش چی میشه؟ گروهش میشه 16، عدد یکان گروهش میشه 6. منهای چند تا الکترون در واقع نصیبش میشه توی رقابت؟ نگاه کن این اکسیژن الان به کدوم اتم وصله؟ به یه اکسیژن دیگه وصله، یعنی اکسیژن با خودش پیوند تشکیل داده، درسته؟ حالا سوال اینجاست، بین اکسیژن و اکسیژن کدوم برنده میشن؟ جواب هر دو. وقتی اتم های ما در دو طرف پیوند یکسان باشن، توی رقابت جفتشون برنده میشن. یعنی چی؟ یعنی نصفو بالایی میبره، نصفو اون یکی میبره. پس بین این دو تا اکسیژن در واقع توی رقابت جفتشون برنده میشن، یعنی جواب میشه نصف نصف، درسته؟ الان بین این دو تا اکسیژن چند تا الکترون وجود داره؟ وقتی میگیم دو تا پیوند وجود داره، یعنی دو تا الکترون پیوندی این داره، دو تا الکترون پیوندی هم اون داره. پس کلا 4 تا الکترون پیوندی بین این دو تا اکسیژن وجود داره. حالا از این 4 تا الکترون پیوندی دو تا رو بالایی میبره، دو تا رو هم پایینی میبره. پس در واقع دو تا الکترون نصیب اکسیژن پایینی شد. اوکی، دو تا الکترون نصیب اکسیژن پایینی شد. این است. بسیار خوب، حالا باید ببینم که در اطراف این اکسیژن چند تا الکترون بهش نسبت داده شده. دو تا الکترونی که توی رقابت برنده شد، دو تا الکترون ناپیوندی اینجا، دو تا الکترون ناپیوندی اینجا، کلا چند تا الکترون میشه؟ میشه 6 تا الکترون. کلا پس 6 تا الکترون رو در واقع از آن خودش کرده. 6 منهای 6 میشه بعد 0. یک بار دیگه به توضیح میدم، بذار اینا رو کلا اول پاک کنم، یک بار دیگه توضیح میدم، خیلی مهمه. آقا عدد یکان گروهش چی میشه؟ میشه 6. باید منهای الکترون های نسبت داده شده بهش بکنم، درسته؟ الان اکسیژن من بس شده به اکسیژن دیگه، بین اکسیژن و اکسیژن کی برنده میشه؟ جواب نصف نصف، درست؟ جفتشون برنده میشن. خب
الان بین این دو تا اکسیژن چند تا الکترون پیوندی وجود داره؟ 4 تا. چرا؟ چون دو تا پیوند داریم دیگه، هر پیوند میشه دو تا الکترون پیوندی، دو تا الکترون پیوندی، دو تا الکترون پیوند. بعد 4 تا الکترون پیوندی بینشون وجود داره. نصف نصف، یعنی نصف الکترون های پیوندی رو بالایی میبره، نصفم یکی. از 4 تا نصفش، یعنی دو تا رو این میبره، دو تا هم اون میبره. پس در واقع نصف نصف. حالا این اکسیژن در اتم چند تا الکترون وجود داره؟ دو تا الکترون پیوندی که توی رقابت بالایی برده، دو تا ناپیوندی اینجا داره، دو تا هم ناپیوندی اینجا. پس جمعاً 6 تا الکترون در واقع سهم خودش کرده. 6 منهای 6 خواهد شد 0. پس عدد اکسیژن میشه 0. حالا یکی. این اکسیژن چی؟ شماره یکان گروه 6 هست، منهای الکترون نسبت داده شده. دو تا الکترون که تو رقابت با این اکسیژن برنده میشه، قبول داری؟ دو تا الکترون رو توی رقابت با این اکسیژن برنده میشه. دو تا الکترون هم که خودش داره جمع میشه 4 تا. حالا توی این پیوند، توی این پیوند هم دوباره اکسیژن و اکسیژن دارم، کی برنده میشه؟ جواب نصف نصف. یه پیوند دارم، هر پیوند شامل دو تا الکترون پیوندی است. وقتی قرار باشه نصف نصف باشه، یعنی یه دونه الکترون پیوندی رو این میبره، یه دونه الکترون پیوندی رو این میبره. پس اکسیژن ما در کل، این اکسیژن ما چند تا الکترون سهم خودش کرده؟ یه الکترون رو تو این رقابت سهم خودش کرده، دو تا الکترون هم تو این رقابت، دو تا الکترون هم خودش داره. بس جمعا 5 تا الکترون رو سمت در واقع سهم خودش کرده. 6 منهای 5 خواهد شد مثبت 1. تمام. اوکی. حالا این اکسیژن، به نظر تو این اکسیژن از دو اکسیژن چی میشه؟ وقتی این صفر میشه اون مثبت 1 میشه، باید میشه منفی 1 دیگه، مجموعشون باید بشه صفر، چون گونه چیمی ما خنثی است. بریم اثبات بکنیم که چرا میشه منفی 1. خب این اکسیژن عدد الکترون گروه 6 هست، منهای تعداد الکترون نسبت داده شده بهش، یه الکترون که تو این رقابت سهم خودش کرده، 2 4 6 با اون یه دونه میشه 7، 6 منهای 7 میشه بعد منفی 1. تمام. پس یه عدد اکسایش منفی 1 شد، این مثبت 1 دونم 0 شد. پس دیدی عدد اکسایش O3 0 نشد. چرا؟ چون O3 در واقع پایدارترین آلوتروپ اکسیژن نیست. عدد اکسایش اتم های پایدارترین آلوتروپ یک عنصر 0. مثلا برای آلوتروپ های اکسیژن ما هم O2 رو داریم، هم O3 رو داریم. O2 پایدارترین آلوتروپ اکسیژنه، میشه 0، اما O3 0 نمیشه. داری میبینی یکیشون فقط 0 شد، اما دو تای دیگه منفی 1 شدن. حالا بگذاریم. چند تا نکته تکمیلی دیگه. عدد اکسایش هیدروژن، باشه این عدد اکسایش هیدروژن هست، این تایپیست ما مقدار بنده خدا اینو ندید. عدد اکسایش هیدروژن، عدد اکسایش هیدروژن در هیدریدا منفی 1. هیدرید یعنی چی؟ یعنی ترکیب فلز با هیدروژن. مثلا فرض مثال KH، بهت میگم KH پتاسیم هیدرید، از K مثبت تشکیل شده و H منفی تشکیل شده. خب الان مثلا بهت میگم آقا KH برو عدد اکسایش هیدروژن حساب کن، میخوام برات اثبات بکنم. عدد اکسایش هیدروژن میخوام اثبات بکنم. آقا پتاسیم که گروه 1ه، میدونی با ایون یک بار مثبت شرکت میکنه، به اضافه هیدروژن هم نمیدونم، همون هاشو میمیسم، مساوی است با بار گونه، یعنی صفر. یکی به اضافه هاش شده صفر، پس هاش چی میشه؟ میشه منفی 1. پس عدد اکسایش هیدروژن توی هیدریدا منفی 1 است. هیدرید چی میشه؟ ترکیب هیدروژن با فلز میشه هیدرید. هر جا هیدروژن کنار فلز دیدی به صورت مثلا KH، درسته؟ اگر اینجوری دیدی میشه هیدرید و عدد اکسایشش منفی 1. اما بقیه جا هیدروژن همیشه مثبت 1. یعنی بالای 99 درصد موارد مثبت 1. عدد اکسایش اکسیژن در پروکسید ها منفی 1. پروکسید چی میشه؟ میشه O2 دوبار منفی. O2 دوبار منفی، هر جا O2 دوبار منفی دیده عدد اکسایشش منفی 1 هست. و مثال میزنم، مثلا فرض مثال H2O2، میخوام برم عدد اکسایش اکسیژن توی H2O2 حساب بکنم، برم کار انجام بدیم. آقا H2O2 از دو تا هاش تشکیل شده، هاش هم مثبت یک میشه مثبت 2، درسته؟ 2 ضرب در مثبت میشه مثبت 2، به اضافه دو تا هم O داریم میشه 2 در واقع ضرب در O، مساوی است با بار گونه. بار گونه ما چیه؟ صفر. بار گونه ما صفر هست. حالا مثبت 2 بره اون طرف میشه منفی 2، دو تا او شده منفی 2. پس او چی میشه؟ میشه منفی 1. پس اینجا او میشود منفی 1، او خواهد شد منفی 1. یه بار دیگه میگم، مثبت 2 بره اون طرف میشه منفی 2، دو تا او شده منفی 2. پس او چی میشه؟ میشه منفی 1. پس عدد اکسیژن توی پروکسیدا مثل هیدروژن پروکسید منفی 1 است، این استثناء هست. خب پس هر جا پروکسیدی در دوستش اکسیژن منفی 1 هست. حالا بگذاریم، حالا پروکسید چی و اینا که زیاد واردش نمیشیم، فقط خواستم بهت بگم مثلا استثناش کجا هست. یا مثلا OF2، توی OF2 در دوستش اکسیژن دیگه منفی 2 نیست، میشه مثبت 2. نگاه کن الان بهت میگم OF2 برو در دوستش اکسیژن حساب کن. خب F که همواره منفی 1، بهت گفتم F همواره منفی 1، پس او رو نمیدونم، به اضافه قرار او رو حساب کنم دیگه. دو تا هم اف دارم، هر اف هم منفی 1 هست، مساوی است با 0.
دو تا منفی یک میشه منفی دو، بره اونور میشه مثبت دو، پس او خواهد شد مثبت دو. پس دیدی اکسیژن استثناء داره، درسته؟ مثلا توی OF2 ادوکسش اکسیژن مثبت دو، توی پروکسیتا میشه منفی یک، خب ولی غالبا منفی دو، تو 90% موارد منفی دو. خب این هم گفته عدد اکسیژن فلزات واسطه ممکن است بیش از یک نو باشه، کاملا درسته. مثلا FE هم FE دو بار مثبت داره هم FE سه بار مثبت، پس هم عدد اکسیژن دو میتونه داشته باشه هم سه. عدد رومی داخل نام عنصر همون در واقع عدد اکسیژنش هست، وقتی میگه آهن دو اکسید یعنی عدد اکسیژنش دو هست، آهن سه اکسید مثلا عدد اکسیژنش سه هست، اون عدد رومیه در واقع نشون دهنده عدد اکسیژنش هست. نکته بعدی در رابطه با حداقل و حداکثر عدد اکسیژن نافلز هست. نافلز مثلا بهت میگم کربن، کربن ماکسیموم و مینیموم عدد اکسیژنش چی میشه؟ ماکسیموم عدد اکسیژنش میشه یکان شماره گروه. خب یکان شماره گروه کربن میشه 4، میشه 4 عدد یکان گروه کربن، کربن گروه 14 است دیگه، یکان گروهش میشه 4. مینیمومش چی میشه؟ میشه 8 تا کمتر، 8 تا کمتر از 4 چی میشه؟ میشه بعد منفی 4. یعنی کافی بیام یکان شماره گروه منهای 8 بکنم، 4 منهای 8 میشه منفی 4، تمام. یا مثلا نیتروژن، نیتروژن ماکسیموم عدد اکسیژنش میشه 5، مینیممش میشه 5 در واقع 8 تا کمتر، 5 منهای 8 خواهد شد منفی 3. پس نیتروژن هم اینجوریه، ماکسیمومش مثبت 5 هست، عدد یکان شماره گروه، مینیممش چیه؟ 8 تا کمتر، 8 تا کمتر از 5 میشه 5 منهای 8 میشه منفی 3. بقیه هم میتونه به دست بره. اما اکسیژن اینجوری نیست، اکسیژن استثناء داره. اکسیژن در واقع ماکسیمومش مثبت 2 هست، مینیمومش منفی 2 هست، این برای اکسیژنه. یا مثلا فلوور همواره منفی 1ه، پس این قاعده برای همه نیستا، برای غالب نافلز، برای عمده نافلز، اما برای بعضیا نمیشه، مثلا برای اکسیژن نمیشه، برای فلوور، برای فلوور نمیشه، برای اکسیژن فلوور نمیشه، خب اما برای بقیه غالبا میشه. لازمه ایجاد جریان الکتریکی عبور الکترون از یک مسیر مشخص. نیم سلول، آها تعریف نیم سلول خیلی مهمه، من اینا رو پاک میکنم، وارد اصل ماجرا میشم. خیلی مهمه، بسیار بسیار مهمه، حواست به من باشه. خب آقا نگاه کن، نیم سلول چیه؟ اگر من بیام یه محلول الکترولیت رو، درسته؟ مثلا شامل یونهای ZN دوبار مثبت رو بردارم، درسته؟ مثلا محلول ZnSO4، محلول ZnSO4 شامل یونهای ZN دوبار مثبت هست دیگه، میدونی ترکیبات یونی وقتی میرن تو آب یونهای مثبت منفیش رو از هم جدا میشن. پس من الان یه محلول دارم شامل یونهای ZN دوبار مثبت. حالا اگر بیام یک فلز روی، یک فلز ZN توش قرار بدم، به کل این مجموعه میگم نیم سلول. پس نیم سلول چیه؟ اگر بیام یک تیغه فلزی رو درون یونهای، در واقع درون محلولی شامل یونهای همون فلز قرار بدم، به کل این مجموعه میگم نیم سلول. یک بار دیگه تکرار میکنم، خیلی مهمه. اگر بیام یک تیغه فلزی رو مثل روی درون محلولی شامل یونهای همون فلز رو قرار بدم، به کل این مجموعه میگیم نیم سلول. مثلا نیم سلول مس چی میشه؟ نیم سلول مس باید این کار بکنم، باید بیام یه محلول رو بردارم شامل یونهای سه‌ای دوبار مثبت و بیام توش تیغه سه‌ای رو قرار بدم، تمام. و همین راحتی میشه نیم سلول مس. نیم سلول روی چی میشه؟ میام تیغه روی رو درون محلول شامل یونهای روی قرار میدم. پس تعریف نیم سلول این میشه، اگر بیام یک تیغه فلزی رو درون محلول شامل یونهای همون فلز قرار بدم، به کل مجموع میگم نیم سلول. این شد در واقع تعریف نیم سلول. اوکی، خیلی مهمه. خب پاک میکنم. نیم سلول تیغه فلزی اصطلاحا بهش میگیم الکترود. بچا ما به تیغه فلزی اصطلاحا میگیم الکترود، و به این محلوله، میگیم الکترولیت. فلش میذارم الکترولیت. کلا محلولی که شامل یون باشه رو میگیم الکترولیت. قبول داری دیگه، تو فصل اولام خوندی. محلولی که شامل یون باشه میشه الکترولیت. این تیغه فلزی چی میشه؟ میشه الکترود. پس تیغه فلزی که بهش میگیم الکترود، اگر داخل محلول الکترولیت با یونهای همون فلز باشه، به کل مجموع میگیم نیم سلول. ویژگی نیم سلول استاندارد، آقا نیم سلولی داریم به نام نیم سلول استاندارد. برای اینکه نیم سلول ما استاندارد باشه، باید یک شرایطی داشته باشه. مثلا شرط STP شرایطی داشت، دما 0 درجه سلسیوس بود، فشارم 1 اتمسفر بود. حالا تو نیم سلول استاندارد شرایط چه جوریه؟ دما 25 درجه است، فشار 1 اتمسفر، غلظت هم 1 مولار هست. میشه شرایط مربوط نیم سلول استاندارد.